شیباینو به لیست توکن های برتر هولد شده توسط 1000 نهنگ اتریوم وارد می شود. در شبانه روز گذشته بیش از 1 میلیارد توکن شیباینو سوزانده شده است. طبق الگوی نمودار هفتگی قیمت شیباینو در مسیر خود باقی می ماند. با ما همراه باشید تا جدیدترین اخبار مربوط به شیباینو رو از دست ندید و یادتون نره کانال یوتیوب ارز دیجیتال رو حتما سابسکرایب کنید، لایک کنید و زنگوله کنارش رو حتما فعال کنید تا هیچ یک از ویدیوهای ما رو به محض آپلود شدن از دست ندید. شیباینو به لیست توکن‌های برتر هولد شده توسط 1000 نهنگ اتریوم وارد می‌شود. بر اساس گزارش ویل، ردیابی کیف پول اتریوم شیباینو در جایگاه 4 رمزارزهای قرار دارد که در اختیار 1000 نهنگ برتر اتریوم است. سرمایه گذاران همچنان هولد شیبا ادامه میدهند، زیرا دومین ارز دیجیتال مبتنی بر سکا همچنان از موقعیت خود در تابلوی امتیازات هولدینگ ویل لذت میبرد. به گفته ردیاب ننگ اتریوم، بالای شیبا کوین تتر و FTX قرار دارد. کوین های پیشرو که برای هفته ها پیشتاز این فهرست بودند بر ارزش دلار شیبا پیشی گرفتند. در همین حال FTX با بیش از 1 میلیارد دلار ارزش از USD عقب است. شیبا همچنین در 100 کیف پول اتریوم برتر ویل با میانگین مقدار نزدیک 6 میلیون دلار و مقدار متوسط آن 469 میلیارد شیبا در رتبه 4 قرار دارد. اوایل امروز یک نهنگ بزرگ اتریوم از افت کریپتو استفاده کرد و 375 میلیارد واحد شیبا خرید. ارزش این خرید در آن لحظه نزدیک 4.5 میلیون دلار بوده است. این خرید پس از تثبیت قیمت شیبا در بالای سطح حمایتی بحرانی خود در بازه قیمتی 0.5 تا 0.95 دلار انجام شد. این خرید بزرگ به شیبا اجازه داد تا به پرخریدارترین توکن در لیست 2000 کیف پول برتر اتریوم تبدیل شود. به طبق گزارش شیبا در مجموعه زیادی شیبا سوزانده شده است. شیبا اینو در بازه قیمتی 0.4 تا 0.12 دلار معامله می شود. در شبانه روز گذشته بیش از 1 میلیارد توکن شیبا اینو سوزانده شده است. بر اساس داده‌های منتشر شده در صفحه در شیبا طی 24 ساعت اخیر بیش از 1 میلیارد توکن شیباینو سوزانده شده است. همچنین طی چند ساعت اخیر حدود 4 برابر شیباینو بیشتری نسبت به روز گذشته سوزانده شده است. همه این توکن ها به کیف‌پول‌ها منتقل شدند که امکان برداشت و خرج کردن این توکن ها در آن میسر نیست. طبق الگوی نمودار هفتگی قیمت شیباینو در مسیر خود باقی میماند. طبق نمودار هفتگی شیباینو این رمزارز با حمایت نزدیک به 0.5 تا 0.87 دلار در الگوی مثلثی ادامه می‌دهد. در حالی که قیمت به دنبال تنظیم حرکت قیمتی ورودی در شکل مثلث است، اندیکاتورهای به ویژه RSI کمی بالاتر از علامت 30 صاف شدند که احتمال معاملات رنج را نشان می‌دهند. شیباینو قبل از اینکه کمی در قیمت بهبود یابد، هفته گذشته بازه قیمتی 0.5 تا 0.87 دلار کاهش یافت. پس از فشار شدید فروش، خریداران شیباینو را در وضعیت فروش بیش از حد دیدند و با وارد کردن فشار به شیبا قیمت آن را به بالای 0.4 تا 0.14 دلار در 13 می یعنی 23 اردیبهشت رساندند. حال حاضر شیباینو در بازه قیمتی 0.4 تا 0.12 دلار قرار دارد. با وجود کاهش اخیر شیباینو هولدرهای جدیدی اضافه کرده است. طبق آمار ویل، تعداد کل دارندگان شیباینو در حال حاضر 1,162,394 نفر است. این ارز دیجیتال اخیراً بیشتر از 3,300,000 دنبال کننده در توییتر نیز رسیده است. بر اساس فرمول اینتو، بر اساس زمان نگهداری هولدرهای شیباینو با اشاره به آدرسایی که شیبا را برای بیش از 1 سال نگه داشتند، 12% افزایش یافته است. در حال حاضر 83% آدرس‌ها شیباینو برای بیش از 1 سال نگه داشته شده است، در حالی که 5% آنها کمتر از 1 ماه شیباینوهای خود را نگه داشتند. تعداد بیشتری از دارندگان شیباینو که دارندگان مدت و بلند مدت هستند و شاید شیبا شاید فشار خرید از سوی این دارندگان بوده باشد، شیباینو اکنون توسط شرکت کارگزاری از طریق بیت پی پذیرفته شده. اعضای اصلی مالی شیبا شیباریوم در حال حاضر در حال توسعه هستند و تکمیل هستند. توسعه دهنده اصلی شیباینو نشان داد که ممکن است 1 یا 2 مورد از این فناوری قبل از پایان تابستان یا اوایل پاییز قابل انتظار باشد. طبق گفته شیباینو آرت، لایه 2 مقیاس پذیری شیباریوم طراحی مشابهی با شبکه پالیگان دارد، بنابراین فرصت‌های بی‌پایانی را ارائه می‌دهد. شیباینو در حال حاضر با ارزش بازار حدود 6 میلیارد دلار در رتبه 15 بازار قرار داشته و سهم 0.5% از کل بازار را در اختیار دارد. هر واحد از شیباینو در این لحظه با قیمت 0.4 تا 0.12 دلار با اعتصاب نرخ تتر 30545 تومان نزدیک 1 تومان معامله می شود و حجم مبادلات روزانه آن 416 میلیون دلار است. قیمت در 24 ساعت اخیر نزدیک 3% کاهش یافته است. بالاترین قیمت شیباینو در تاریخ 6 آبان 1400 معادل 0.4 تا 0.8 دلار بودی که اندک 86% پایین‌تر از آن زمان قرار دارد. تعداد واحدهای در گردش شیباینو 549 تریلیون و تعداد کل واحدهای آن 589 تریلیون خواهد بود. در حال حاضر بالاترین صرافی که در آن شیباینو معامله می شود صرافی بایننس با سهم 16% از حجم معاملات روزانه است. در حال حاضر تغییرات 1 ساعته 6 ماهه و 1 ساله روند سودی داشتند، ولی تغییرات 1 روزه 7 روزه 14 روزه 30 روزه و 60 روزه روند نزولی داشتند که مطمئناً تغییرات 1 روزه 7 روزه 14 روزه 30 روزه و 60 روزه که روند نزولی داشتند در آینده به روند سودی تبدیل خواهند شد. شاخص ترس و طمع بازار ارزهای دیجیتال به کمترین میزان خود در 3 سال اخیر رسید. شاخص معروف ترس و طمع بازار ارزهای دیجیتال
به عدد 8، یعنی کمترین میزان خود در اواسط سال 2019 تا کنون رسیده است. اگرچه کاهش شدید این شاخص ممکن است باعث ایجاد ترس مضاعف میان سرمایه‌گذاران شود، اما در حقیقت نباید مورد نگرانی واقع شود، زیرا میتوان آن را به عنوان نشانه‌ای برای به کف رسیدن قیمت‌ها در نظر گرفت. استعفای اعضای تیم حقوقی ترا بعد از سقوط لونا و یو اس دی. 3 نفر از اعضای تیم حقوقی ترا اخیراً به دنبال افت شدید قیمت ارزهای دیجیتال این بلاکچین استعفا دادند. یکی از سخنگویان مجموعه ترا اعلام کرده است ترا هفته پرتنشی را پشت سر گذاشته و برخی از کارکنان طی روزهای اخیر از شغل خود کنارگیری کردند. هفته گذشته قیمت کوین شبکه ترا یو اس دی و توکن لونا به شدت سقوط کرد و در مجموع 40 میلیارد دلار خسارت به بار آورد. سرمایه گذاران از ترس تکرار سناریوی یو اس دی از هفته گذشته تا کنون 7 میلیارد دلار تتر فروختند. طبق یک گزارش ارزی کوین تتر از هفته گذشته تا کنون از 83 میلیارد دلار به کمی کمتر از 76 میلیارد دلار رسیده است. این اتفاق در نتیجه ترس سرمایه گذاران از تکرار سناریوی مشابه کوین یو اس دی رخ داده است. با این حال مدیر ارشد فناوری تتر اطمینان می‌دهد که این کوین به طور کامل پشتیبانی می‌شود. پائولو در توییترش نوشت که پروژه آنها نقدینگی لازم برای بازخرید هر میزان از تتر را دارد و اتفاقی که برای یو اس دی رخ داد برای تتر تکرار نمی‌شود. گفتنی است که در هفته گذشته و هنگامی که ترس ناشی از سقوط اکوسیستم ترا بر بازار ارزهای دیجیتال حاکم شده بود، بهای تتر برای مدت کوتاهی به زیر 1 دلار سقوط کرد. در این زمان سرمایه‌گذاران به شکل عجولانه 7 میلیارد دلار از این کوین را به صورت عجولانه فروختند. پیتر نمودار بیت کوین ترکیب شومی از نشانه‌های نزولی دارد. پیتر معتقد سرسخت بیت کوین و مدیر عامل شرکت یورو در توییتر خود پیشبینی منفی دیگری در رابطه با بیت کوین را منتشر کرد. او ضمن تأکید بر اینکه بیت کوین در مسیر سقوط قرار دارد، نموداری منتشر کرد که الگوهای نزولی سقف دوقلو در آن به چشم می‌خورند. الگو را شوم خواند و عنوان کرد که بهای بیت کوین جای زیادی برای ریزش دارد. هکرهای شبکه رونین حجم زیادی از اتریوم را منتقل کردند. ساعتی قبل آدرس هکرهای شبکه رونین در تراکنش‌های 100 اتریومی مقادیر زیادی از ارزهای دیجیتال سرقت شده را جابجا کردند. بر اساس آخرین داده‌ها در ساعات گذشته بیش از 5505 اتریوم برچه 11 میلیون دلار منتقل شده است. این تراکنش‌ها تعداد اتریوم‌های منتقل شده را به 23525 واحد برچه تقریبی 48 میلیون دلار می‌رساند. گفتنی است اکثر این انتقال‌ها برای پولشویی منتقل می‌شوند. پیشتر مشخص شد گروه هکری که ظاهراً با دولت کره شمالی ارتباط دارد مسئول هک شبکه این بوده است. ایلان ماسک تا مشخص شدن تعداد کاربران فیک خرید توییتر پیشرفتی نخواهد داشت. ایلان ماسک گفته است که قرارداد برنامه‌ریزی شده او برای خرید توییتر به مبلغ 44 میلیارد دلار زمانی که این شرکت نتواند بیشتری در مورد تعداد حساب‌های جعلی این پلتفرم ارائه دهد پیش نمی‌رود. او گفته است که 20% حساب‌های کاربری موجود در توییتر فیک هستند و این رقم می‌تواند بیشتر هم باشد. این در حالی است که مدیر عامل فعلی توییتر روز گذشته در صفحه شخصی خود گفته بود که در یک سال گذشته کمتر از 5% حساب‌های کاربری موجود در توییتر فیک بودند. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما کانال یوتیوب ارز دیجیتال رو سابسکرایب کنید، لایک کنید و زنگوله کنارش رو حتما فعال کنید تا هیچ‌کس ویدیوهای ما رو به محض آپلود شدن از دست ندید. تا ویدیو دیگه، خدا نگهدار.